دوستداران گرامی رادیو تلویزیون میهن، خواهشمندیم برای تداوم برنامه‌های آگاهی دهنده این رسانه ما را یاری فرمایید. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم. در این روز زیبای پنجشنبه عرضم به حضور شما که 18 شهریور است و اینم خیلی خیر میکنه. یه لحظه اجازه بدیم این رو از این شرایط بیرونش بیاریم و فکر میکنم درست شد. عرضم به حضور شما که بله، عرض کردم که 9 سپتامبر است و 18 شهریور و اینجا قرار بدیم، فکر میکنم مشکل حل کرد. بله، با پوزش از شما عزیزم. همطور که وعده کرده بودیم روی صفحه ملاحظه میفرمایید در خدمت آقای دکتر مصطفی دانش نازنین هستیم. فردا که جمعه است ما برنامه رو کوتاه اجرا میکنیم به خاطر اینکه من گرفتاری های کاری و اداری همچنان بر دوش من سوار است و هر کاری میکنیم نمیتونیم ازش رها بشیم. بنابراین فردا برنامه ها کوتاه‌تر خواهد بود. البته برنامه آلبرت رو اجرا میکنیم و بعدش از حضورت مرخص میشیم و یک شنبه برنامه مهستان هست. اجازه بده که از طرف خودم شما خوبان و علاقمندان عرض ادب و احترام کنیم، سلام کنیم به آقای دانش و تشکر کنیم از مهرش، از این فرصتی که در اختیار ما قرار داد. آقا ممنون از شما، سلام بلند بالا خدمت تو نازنین. سلام آقای بهبهانی و سلام به بینندگان ارجمند تلویزیون میهن. ممنون. خب من فکر میکنم همه سوالات مربوط است به افغانستان. فعلا شرایط منطقه رو رها میکنیم، گرچه که منطقه در تلاطمه. در یمن همون گونه که میدونید حمله های حوثی ها ادامه داره به مناطق پالایشگاه های نفتی عربستان و این چرا متوقف شده و در سوریه، در عراق حمله پاسدارها به مقر احزاب کردی در کردستان عراق، در شمال عراق، یعنی زیر آتش توپخانه است. بذارید که بپرسیم ببینیم، چون همه اینا منوط است به ماجرای افغانستان، بپرسیم از آقای دانش آخرین تحولات چیست. این آقای دانش، این گروهی که الان مصدر کار شدن غالبا کسانی هستند که تا یک ماه پیش آمریکا بر سر هر کدوم از اینها جایزه های چند میلیون دلاری گذاشته بود. این چیه واقعا و درک شما از این شرایط چیست؟ تجربه شما به ما چه میگوید؟ خوشحال میشم بشنوم فرمایش شما رو. کابینه ای که طالبان امروز معرفی کرده در واقع همون کابینه ایش که در زمان حکومت سابق طالبان 1996 تا 2001 این افراد قدرت داشتند و حکومت وحشت خودشونو در افغانستان برقرار کرده بودند. افرادی مانند ملا حسن که امروز رئیس دولت طالبانه، یعنی یکی از مؤسسین طالبان بوده و در کنار ملا عمر بوده و امروز یک بار دیگه رئیس دولت طالبان شده. افرادی مانند سراج الدین حقانی، پسر جلال الدین حقانی که من شخصا جلال الدین حقانی را در افغانستان چندین بار دیده بودم، باش مصاحبه کرده بودم، در واقع رهبر
شبکه حقانی، شبکه تروریستی حقانی امروز وزیر داخله است، یعنی مهمترین پستی را که باید داشته باشه سراج الدین ربانی در دولت طالبان به عهده گرفته. و ملا یعقوب پسر آقای ملا عمر رهبر سابق طالبان امروز وزیر دفاع است. یعنی تمام وزارتخونه های کلیدی امروز در اختیار طالبانی است که در سابق قدرت داشتند، در حکومت سابق قدرت داشتند و امروز یک بار دیگه همین افراد رادیکال و بسیار تندرو در طالبان در رأس حکومت قرار گرفتند. و حتی شخصی مانند ملا برادر که بیش از 8 سال در زندان پاکستان بود، اونا به عنوان معاون دوم ملا حسن انتخابی که در سابق در با آمریکا در اختیار خودش داشت. واقعیت اینه که ما امروز با حکومتی در افغانستان روبرو هستیم که برخلاف انتظارات کشورهای غرب، آمریکا و کشورهای ناتو و حتی کشور چین و روسیه و ایران، در واقع تندروهایی هستند که میدونن باعث اختشاش و ناآرامی عظیمی یک بار دیگه در افغانستان باشن و باعث این بشن که نگرانی زیادی در کشورهای همسایه مانند چین، روسیه و ایران به وجود بیاد. روسیه البته هم مرز افغانستان نیست، کشورهای آسیای میانه هم مرز افغانستان هستند، ولی حیات خلوت روسیه میباشند. این شرایطی است که امروز دوباره به وجود آمده. و جالبه که در این رابطه باید یک مطلبی اشاره بکنیم آقای بهبهانی که کمتر بهش توجه میشه. ببینید، چند روز پیش در زمانی که این حکومت ائتلافی باید اعلام میشد، رئیس ISI پاکستان فیض حمید، جنرال فیض حمید، سفر دو روزه به کابل میکنه و جالبه که در تعیین وزرا و دولت کنونی طالبان نقش اساسی را یک بار دیگه ISI پاکستان داره. یعنی در واقع کسانی که امروز یک بار دیگه در افغانستان به قدرت رسیدند، کسانی هستند که توسط ISI تعیین شدند. من یک مطلبی رو اشاره کنم که دوستان بدونن ISI چه نقشی را در افغانستان بازی کرده. ISI در گذشته نقشی را در افغانستان بازی کرده و تمام سیاست‌های کشورهای غرب در جنگ سرد و در جهاد و در واقع ISI در افغانستان تعیین می‌کرد. ISI تمام رهبران مجاهدین سابق و رهبران طالبان رو تک تک میشناخته و در واقع این ISI پاکستان بوده که این رهبران و این مهره ها رو جابجا کرد. یعنی شخصی نیست در افغانستان که بعد از حکومت نجیب الله 1992 در افغانستان وزیر شده باشه یا رئیس جمهور کشور شده باشه یا یکی از کارمندان عالی رتبه افغانستان شده باشه و ISI در واقع در نقش این مهره تعیین کننده نبوده باشه. ISI تمام رهبران افغانستان ها، حتی کرزای و بعدن غنی و امروز تمام طالبان رو به خوبی می‌شناسه. پرونده تمام این افراد در دست ISI پاکستانه و ISI پاکستانه که امروز دوباره نقش اساسی رو من افغانستان شدن انجام دادن این بود که در واقع مبارزه با بخش طالبان پاکستان رو به عهده کشور پاکستان و ارتش پاکستان و سازمان امنیت پاکستان گذاشتن. گرچه من معتقدم که طالبان یک پدیده است، پدیده واحده، ولی آمریکا آمد این پدیده رو به دو قسمت تقسیم کرد و چنین مطرح کردن که بخش پاکستانی رو باید دولت پاکستان، ارتش پاکستان و سازمان امنیت پاکستان باش مبارزه بکنه، در حالی که ما میدونیم این پدیده پدیده واحد بود و پدیده دولت پاکستان، ارتش پاکستان و به ویژه ISI پاکستان، این سازمان جاسوسی نظامی پاکستان بوده. من یک مطلبی رو در اینجا براتون بگم که بسیار مهمه و شایدم در برنامه شما تا به حال نگفتم. در زمانی که طالبان در کابل سقوط کردن، پرویز مشرف رئیس جمهور پاکستان بود.
در همان زمان هنوز پایگاه طالبان در شمال افغانستان در شهر قندوز سقوط نکرده بود و در کنار طالبان در شمال افغانستان در شهر قندوز عده زیادی از افسران ISI پاکستان بر علیه وحدت شمال افغانستان به رهبری احمد شاه مسعود و ژنرال دوستم مبارزه می‌کردند. پرویز مشرف از آقای جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا چنین خواهشی را کرد که شما اجازه بدید ما در یک پل هوایی بتونیم افسران و سربازان خودمون رو که در شهر قندوز جابجا شدن اینا رو خارج بکنیم. این در سال 2001، یعنی در اکتبر سال 2001، یعنی قبل از اینکه نیروهای وحدت شمال به رهبری دوستم به شهر قندوز حمله بکنند و آمریکا چنین حمله ای را اجازه چنین حمله ای را بده. این خواهش پرویز مشرف از جورج دبلیو بوش بود و متاسفانه جورج دبلیو بوش همیشه ادعا میکرد که من موقعی که به چشمان مشرف نگاه میکنم صداقت از چشمان آقای مشرف میباره. در واقع مشرف را همپیمان خودش میدونست، در حالی که باید میدونست پدیده طالبان پدیده پاکستانی است و در واقع تمام نیروهای اسلامگرایی که پاکستان برای جنگ در کشمیر و برای جنگ در افغانستان اینها رو پدید آورده بود، در واقع اینها ابزار سیاست خارجی پاکستان بودند، مانند لشکر طیبه، لشکر جیش المحمد، طالبان و دیگر لشکرهایی که پاکستان بر علیه هندوستان در کشمیر و بر علیه نیروهای دیگه شوروی در افغانستان ازشون استفاده کرد، اینا پدیده پاکستانی بودن. اینا باید جورج دبلیو بوش به خوبی میدونست، از جهاد افغانستان باید میدونست. ما می‌دونیم که کشورهای آمریکا و کشور عربستان سعودی 15 میلیارد دلار پول کمک کردن به مجاهدین افغانستان. این کمک ها کمک های مستقیم نبود، کمک ها رو به ISI پاکستان می دادن و این ISI پاکستان بود که بخش اساسی رو در واقع خود ISI به صندوق ISI می ریخت و بخش کوچکی رو در اختیار رهبران مجاهدین قرار می داد و بعدا در اختیار طالبان قرار داد. پس بنابراین بزرگترین اشتباهی رو که دولت آمریکا و جورج دبلیو بوش کردن در اوائل سقوط طالبان این بود که طالبان تقسیم به دو دسته کردن و با این حقه و فریبی که مشرف به بوش داد تونست عده زیادی نه تنها افسران ISI پاکستان رو از قندوز در پل هوایی دوشبه خارج بکنه که من شاهد این پل هوایی بودم. من همون زمان در شهر قندوز، در حاشیه شهر قندوز، در کوها و تپه های حاشیه شهر قندوز در کنار ژنرال دوستم و افسران سازمان CIA آمریکا بودم، مشاهدگر بودم که دو شب تمام ژنرال دوستم و افسران سازمان CIA اجازه حمله به شهر قندوز رو نمی‌دادن تا این پل هوایی برقرار بشه. ده ها هواپیمای پاکستانی در قندوز به زمین می نشستند و در واقع نه تنها افسران و سربازان پاکستانی را از قندوز خارج کردند، بلکه تعداد زیادی از رهبران و فرماندهان طالبان را با خودشون بردن و تعداد زیادی از فرماندهان القاعده را با خودشون بردن. اینی که طالبان موفق شدن به سادگی در پاکستان تجدید سازماندهی بکنن به این خاطر بود که رهبرانشون دوباره وارد پاکستان شده بودن و زیر چتر حمایتی ISI پاکستان قرار گرفتن. خب بهترین نمونش هم اینه که ما میبینیم آقای اسامه بن لادن در واقع در ابوتاباد در یک پایگاه نظامی تا پاکستان مخفی میشه، در کنار بزرگترین پایگاه نظامی پاکستان و پایگاه های امنیتی پاکستان آقای اسامه بن لادن مخفی است و آمریکا اونو بعد از 10 سال در جستجوی بسیار طولانی پیدا میکنه و به قتل میرسونه. پس بنابراین باید بگیم که اتفاقات امروز و آن چیزی که ما امروز در افغانستان میبینیم به رهبری ISI پاکستان، سعید فیض حمید رئیس ISI به کابل میره و در تعیین کابینه جدید طالبان نقش اساسی رو بازی میکنه، همون افرادی را انتخاب میکنه که در گذشته مورد حمایت پاکستان و سازمان امنیتی پاکستان بودن و مورد حمایت عربستان سعودی بودن. آقای بهبانی، این مسئله خیلی مهمه. ببینید، من خودم شاهد بودم،
خودم نظارگر بودم که چگونه افسران عالی رتبه سازمان آیسای پاکستان به شمال افغانستان در زمانی که وحدت شمال وجود داشت به سراغ دوستون. من مشاهده دارم چگونه حمید گل این به اصطلاح رئیس سازمان امنیت پاکستان که اونو رئیس سازمان امنیت افسانه‌ای مینامیدند به سراغ رهبران وحدت شمال می آمد و بعداً نصرالله باور وزیر داخله جنرال بود. نصرالله باور وزیر داخله خانم بنظیر بوتو دست وزرای طالبان همین آقای ملا حسن رو می گرفت. من شاهد بودم ملا حسن رو دستش رو می گرفت مانند کودکی به شمال افغانستان می آورد، برای که اون زمان طالبان در کابل مستقر بودن، شمال افغانستان در اختیار دوستم و وحدت شمال بود. ولی این وزرای طالبان و دست اینا رو میگرفت به شمال افغانستان به سراغ دوستم می آورد که هم خطری برایشون نباشه برای طالبان و هم سعی میکرد ائتلافی بین وحدت شمال و جنرال دوستم و طالبان به وجود بیاره. من دو بار آقای نصرالله باور رو در شمال افغانستان در پایگاه دوستم در کلای جنگی باش ملاقات کردم و مشاهدگر شاهد بودم که چگونه از دوستم میخواد که شما ائتلافی رو با طالبان به وجود بیارید، وارد کابینه طالبان بشید و وزیر دفاع طالبان بشید. این واقعیت هاییست که امروز ما یک بار دیگه داریم در افغانستان مشاهده میکنیم. خب یه چند تا پرسش مطرح میشه آقای دانش. من دارم میخواد که شما به این پرسشات دقیق پاسخ بدید اگر امکان داره، و اون اینه که پاکستان در دوران جنگ سرد یکی از پایگاه‌های اصلی آمریکایی‌ها بود و در کنار هندوستان پاکستان کاملاً در بس در اختیار آمریکایی‌ها بود. ارتشش، نظامش، همه چی در بس در اختیار آمریکایی‌ها بود. ولی از سال 90 در حقیقت، یعنی از بعد از فروپاشی شوروی، پاکستان شرایطش تغییر میکنه، علی خصوص در دوره‌ای که روسا افغانستان رو بعد 9 سال با 15,000 کشته ترک میکنن و بالاخره هرج و مرج. یه دوره 10 ساله است که بالاخره دست کسی نیست. طالبان تلاش میکنه ولی همچنان نیروهای شمال باهاش در جنگ. این امروز وقتی به پاکستان نگاه میکنیم، این تمرد یا اینکه همچنان در بس در اختیار آمریکایی‌ها هستن، صحنه رو چجوری تعریف میکنید شما؟ شما به درستی به مطلبی اشاره میکنید که در جنگ سرد پاکستان در اختیار طالبان بود. ببخشید آقای دانش یه لحظه من اجازه بدهید. آقای دانش ببخشید یه لحظه اجازه بدهید من اینو درست بکنم برمیگردم به شما. بفهمین، خواهش میکنم این پرسش ما رو پاسخ بدید. ببینید شما به یک مطلب اساسی اشاره میکنید. در جنگ سرد و در زمان جهاد افغانستان پاکستان در واقع مجری سیاست خارجی آمریکا در منطقه بود. فراموش نکنید در زمان حکومت ضیاءالحق دیکتاتور سابق پاکستان، سیاوخ به کاخ سفید میرفت و به سراغ رونالد ریگان میرفت و چنین مطرح میکرد که از اروپا تا ویتنام برای مبارزه با کمونیسم در واقع این اسلام سیاسی است که ما میتونیم از این ابزار برای کمونیسم استفاده کنیم و این پاکستان و ضیاءالحق که میتونه نقش اساسی رو بازی بکنه و جلوی گسترش کمونیسم در منطقه به ویژه در خاورمیانه و به سوی آسیای غرب بگیره. این گفته های ضیاءالحق بود و ضیاءالحق اشاره میکرد به ویژه به فرماندهان نظامی خودشون به نام اختر، میگفت تا زمانی که افغانستان میسوزه ما باید حکومت خودمون رو در پاکستان و مواضع خودمون رو در آسیای میانه تحکیم کنیم.
و متاسفانه باید بگم که آقای ریگان مجاهدین افغانستان در واقع این اسلامگراهای افراطی مانند گلبدین حکمتیار و جلال الدین حقانی که به حق یکی از خطرناکترین مجاهدین اسلامگرای افغانستان بودند، از اینا حمایت کرد آقای ریگان و سران مجاهدین رو در کاخ سفید تشبیه کرد به رهبران و پدران قانون اساسی آمریکا و چنین گفت که شما آزادی خواه هستید و طرفدار استقلال و آزادی هستید. اینو من کوتاه برای مقدمه بود. در واقع در جنگ سرد پاکستان مجری سیاست خارجی آمریکا بوده و پولهای زیادی را از آمریکا دریافت کرد به خاطر نقشی را که در افغانستان بازی کرد. ولی بعد از سقوط شوروی و اینکه خطر کمونیست دیگه وجود نداشت و اینکه آمریکا یواش یواش از پاکستان هم عقب نشینی کرد و دیگه کمک‌های آنچنانی نمی‌کرد، فقط سالانه چند میلیارد دلار به ارتش پاکستان هنوز کمک می‌کرد، این چین بود که جای آمریکا را در پاکستان اشغال کرد. چین همکنون در حدود گفته میشه 70 تا 100 میلیارد دلار، توجه بکنید 70 در 100 میلیارد دلار، در کشوری که نیمی از اون، یعنی کشور 200 میلیونی پاکستان که نیمی از مردمش با روزی یک دلار باید زندگی بکنن، یعنی در فقر مطلق قرار دارن، آمده 100 میلیارد دلار در زیر ساختای این کشور سرمایه گذاری کرده، بنادر بسیار عظیمی ساخته، بندر گوادر، راه‌های بسیار عظیمی، اصلا حیرت آور راه‌ها و این زیرساخت‌هایی که پاکستان در چین در پاکستان به وجود آورده. امروز در واقع پاکستان همپیمان چیه و سلاح‌های مهم خودش هم حتی از چین تهیه می‌کنه، دیگه از آمریکا خریداری نمی‌کنه و این باعث شده که امروز در کنار پاکستان در کنار چین قرار بگیره. طبیعتاً مواضع چین بسیار مهمه در افغانستان، باید توجه بکنیم. چین همیشه میگه که من دخالتی در افغانستان در امور داخلی افغانستان نمی کنم. چین ادعا کرده من دخالتی در امور داخلی هیچ کشوری نمی کنم. آنچه که چین داره انجام میده در واقع منافع اقتصادی خودشه. همکنون در صنایع لیتیوم افغانستان چین 3 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده، در حالی که ما میدونیم آمریکا، فقط آمریکا، در افغانستان طبق گزارش خود سازمان‌های آمریکایی، منابع آمریکایی، چیزی در حدود 2000 رو توجه کنید 2400 میلیارد دلار برای جنگ افغانستان آمریکا هزینه کرده. از این 2400 میلیارد دلار فقط 137 میلیارد دلار برای زیر ساخت این کشور هزینه کرده و جالبه که در این 137 میلیون هم 137 میلیارد هم 90 میلیارد دلار رو برای ارتش افغانستان هزینه کرده بوده، یعنی فقط چیزی در حدود 40 میلیارد دلار آمریکا در زیر ساخت افغانستان هزینه کرده، ولی برای جنگ در حدود چیزی در حدود 2350 میلیارد دلار هزینه کرده. آقای ببینید، توجه بکنید با کاری که حالا چین داره میکنه. چین اصلا کاری به کار نظامی نداره، دخالت نظامی نمیکنه، برای سود اقتصادی خودش داره سرمایه گذاری میکنه، ولی با این سود اقتصادی ایجاد داریم دیگرچه 60 درصد سود چینی ها میبرن، در این مورد شکی نیست، ولی باعث ایجاد کار میشه. همکنون چین در افغانستان 4 میلیارد دلار در صنایع مثل این کشور سرمایه گذاری کرده، گرچه ما میبینیم که آمریکا و کشورهای غرب ناتو کوچکترین سرمایه گذاری در زیر ساختا و صنایع این کشور نکردن. همون چیزی رو که چین داره در پاکستان میکنه و امروز پاکستان رو در بست در کنار خودش قرار داره و در واقع سیاست چین در رابطه با طالبان بر اساس سیاست پاکستان و آن چیزی که پاکستان داره در افغانستان انجام میده میباشه. اینا من به وضوح به شفافی میگم، روشن بکنیم که جریان چیه. ولی از طرف دیگه باید بگیم که چین پاکستان منافع خودش در افغانستان داره. پاکستان 4 جنگ با هندوستان بر سر کشمیر و اختلافاتی که با هندوستان داره تا به حال انجام داده. پاکستان هم اکنون در کشمیر در جنگ با هندوستان میباشه.
از طرف دیگه میدونیم که چین هم در جنگ با هندوستان در کشمیر میباشه. باز اینجا منافع پاکستان و چین با هم توافق داره و تطابق دارن. اینا مسائلی است که باید بهش اشاره کنیم و اگه بخوایم این بحث رو ادامه بدیم، میدونیم که امروز مواضع پاکستان اینه که کشورهایی مانند هندوستان در افغانستان نتونن نفوذ عظیمی داشته باشن، همونطوری که در دولت‌های قبلی در دولت کرزای و در دولت آقای غنی داشتن. و یکی از منافع پاکستان اینه که چین حتی نتونه از طریق بندر چابهار ایران و هندوستان نتونه کانالی به آسیای میانه بزنه و پاکستان و افغانستان دور بزنه. یعنی چین و هندوستان باید همیشه استقلال تجاری خودش از دست بده و بخواد از طریق پاکستان و افغانستان با آسیای میانه معامله بکنه، ولی این بندر چابهار کانالی است و بندری است که میتونه هندوستان از اون استفاده بکنه، کانالی بزنه به شمال افغانستان و کانالی بزنه به آسیای میانه. اینها در واقع در تناقض با منافع پاکستانه و به همین خاطر پاکستان در افغانستان منافعش تا اونجایی که من مشاهده میکنم تا اندازه زیادی با چین در واقع توافق داره، مطابقت داره و امروز سیاست که چین داره در قبال طالبان پیاده میکنه همون سیاستی است که پاکستان داره پیاده میکنه. این اختلاف شدیدی است که امروز بین پاکستان امروز و پاکستان جنگ سر وجود داره. ممنون از توضیح جامع و کامل شما. بله درست گفتید، به خاطر اینکه دیروز چین وزرای خارجه کشورهای منطقه رو، یعنی همسایه های افغانستان رو فراخوان داده بود، براشون توضیح داده بود، توجیهشون کرده بود. این در حالیه که ما شاهد روز استقلال تاجیکستان هستیم و تاجیکستان در این مراسمی که امروز داشتن ظاهرا حمایت کردن از نیروهای شمار و در اونجا هم در همین منطقه پنچیر هم ظاهرا طالبان وقتی که رفتن، نمیدونم تا دیروز احمد شاه مسعود در افغانستان قهرمان بوده، ولی از زمان همین یک هفته که طالبان قدرت رو به دست گرفته عکسای اونو تو خیابون مخدوش میکنن، رنگ میپاشن روش و حتی سنگ مزارش رو شکستن. فکر میکنی که آیا ما برمیگردیم دوباره به سالهای 90 در افغانستان؟ چی میبینی شرایطو؟ یه تعریفی از سالهای 90 بدید، بعد مقایسه کنیم امروز رو با سالهای 90. ببینید، جالبه، بحث جالبی خواهد بود. در سالهای 90 بعد از سقوط نجیب، مجاهدین در افغانستان حکومت رو به دست گرفتن و مجاهدین در واقع به حمایت از سازمان‌های اسلامگرای تاجیکستان و ازبکستان در شمال افغانستان پایگاه‌های برای مهاجرین تاجیکی و مهاجرین ازبکی به وجود آوردن. و جالبه که من خودم در شهر قندوز دو بار پایگاه‌های مهاجرین تاجیکی و در شهر مزار شریف، در حاشیه شهر مزار شریف پایگاه های مهاجرین ازبکی رو می‌دیدم. یعنی در این پایگاه ها نیروهای سپاه پاسداران ایران که خود من شاهد اون بودم در قندوز، اونها به تعلیم و تربیت نظامی نیروهای شورشی از تاجیکستان می‌پرداختن. من در شهر قندوز روزی 3 افسر سپاه پاسداران دیدم و با این 3 افسر سپاه پاسداران به عنوان روزنامه‌نگار آلمانی صحبت کردم و اونا متوجه نشدن که من در واقع به ایران هم سفر میکنم و از موضوعات ایران اطلاع دارم. و توسط یک افغانی که مترجم ما بود و من سعی کردم به آلمانی با اینا صحبت بکنم، از اینا سوال کردم که شما در اینجا چه کار میکنید؟ در واقع هدف سپاه پاسداران و نیروی سپاه پاسداران به دستور و ماموریت نیروهای مجاهدین افغانستان که در اون زمان ربانی و مسعود در کابل بودند، این بود که در شمال افغانستان
به تربیت نظامی شورشیان تاجیکستان بپردازند. پایگاه شورشیان تاجیکستان در شهر قندوز بود و از اون منطقه اینا حمله می کردن به تاجیکستان و ما می دونیم جنبش اسلامی تاجیکستان بعدن حمله کردن به داخل تاجیکستان و در مدت 2-3 سال جنگ داخلی که به راه انداختن 200,000 نفر از مردم تاجیک کشته شدن و به خاطر همینم بود که موقعی که طالبان به قدرت رسیدن در سال 1996 کشور تاجیکستان در کنار احمد شاه مسعود و وحدت شمال قرار گرفت و نمیخواست این جنگ داخلی یک بار دیگر تکرار بشه. یعنی از تاجیکستان بود که احمد شاه مسعود یکی از رهبران وحدت شمال که در کنار جنرال دوستم بود و ربانی و دیگران از کابل فرار کرده بودند، رئیس جمهور و به شمال آمده بودند، در واقع این وحدت شمال را ساخته بودند و تاجیکستان مرکزی بود که اینا میتونستن از تاجیکستان کمک‌های نظامی روسیه را دریافت کنند، به داخل اتحاد شمال و دره پنجشیر منتقل بکنند و حتی آذوقه‌ای که احتیاج داشتن از تاجیکستان وارد می‌کردند. یعنی این دره پنجشیر کانالی بود به شمال افغانستان و تاجیکستان و از طریق تاجیکستان به روسیه و سلاحایی که روسیه تحویل احمد شاه مسعود میداد. آقای بهبهانی، من اینجا باید بگم من چندین بار در دره پنجشیر با احمد شاه مسعود مصاحبه داشتم، ولی دو بار احمد شاه مسعود رو در تاجیکستان ملاقات کردم با یکی از رهبران سیاستمداران معروف آلمان. من میرفتم به تاجیکستان و در اونجا در شمال افغانستان، در مرزهای افغانستان و تاجیکستان که احمد شاه مسعود وارد تاجیکستان شده بود، در اونجا دو بار باش مصاحبه و دو بار به دیدارش رفتیم. یعنی در واقع احمد شاه مسعود قادر بود به عنوان فرمانده نیروهای وحدت شمال این کانال رو به تاجیکستان نگه داره، راه رو باز نگه داره تا بتونه کمک‌های نظامی رو دریافت کنه. این واقعیتیش که باید امروز بهش اشاره بکنیم و اینکه تاجیکستان امروز در کنار وحدت شمال دوباره قرار میگیره و این مقایسه ایش با سابق، به خاطر اینکه تاجیکستان یک بار 200,000 قربانی توسط اسلامگراهای شورشی تاجیکستان دیده که مورد حمایت نیروهای دولت مرکزی ربانی بودن. بعدها احمد شاه مسعود کمکشون رو به اینا قطع کرد. یعنی تا سالهای 1997-98 هنوز در واقع شورشیان تاجیکستان در افغانستان مستقر بودند و داخل خاک افغانستان به تاجیکستان حمله میکردند. بعدها وحدت شمال تمام این تشکیلات و پایگاه های مهاجرین ازبکستان و تاجیکستان را در داخل افغانستان بست و با اونا مبارزه میکرد، ولی در زمان طالبان دوباره این نیروها امروز در کنار طالبان قرار دارن. ما میدونیم در شمال افغانستان در استان بدخشان که هم هممرز با چینه، 76 کیلومتر هممرز با چین استان بدخشان، همکنون 5000 نیروی ایغورهای مسلمان چینی جا بجا شدن که با داعش همکاری میکنن. ما امروز میدونیم که در کنار طالبان و در شمال افغانستان و در قندوز، در واقع در مرزهای افغانستان و تاجیکستان، نیروهای اسلامگرای گذشته تاجیکستان دوباره قدرت دارند و این خطر وجود داره که از داخل افغانستان به تاجیکستان حمله بکنند. ما میدونیم که در مرزهای شمال افغانستان و ازبکستان نیروهای اسلامگرای ازبکستان دوباره قدرت دارن و در اونجا با طالبان قبلا همکاری میکردن و جابجا شدن و خواهان اینن که این جنبش اسلامی را به داخل ازبکستان هم یک بار دیگه منتقل بکنن. اینا فعالیتی که امروز داره انجام میشه و طالبان در واقع اینی که سوالی که شما میکنید جالبه، این مقایسه است که من از سابق به امروز کردم. آیا طالبان این نیروی ناسیونالیستی که میخواد اول حکومت خودشو در افغانستان تحکیم بکنه قادر خواهد بود با ایغورهای شمال شرق در افغانستان مبارزه بکنه که بخشی از اونها داعشی هستند؟ قادر خواهد بود با نیروهای شورشی تاجیکستان در مرزهای افغانستان و تاجیکستان مبارزه بکنه که در داعش با اینا همکاری میکنه و همچنین در مرزهای
افغانستان و ازبکستان در شمال استان بلخ مزار شریف و شمال مزار شریف چنین همکاری وجود داره. آیا طالبان قادر خواهند بود اینا رو مهار بکنن؟ این سوالی است که باید آینده نشون بده. ولی قولی که به طالبان همکنون به چین دادن و به آسیای میانه به ویژه به روسیه دادن و به کشورهای مانند تاجیکستان و ازبکستان دادن اینه که از داخل خاک افغانستان به اونا حمله نشه. ولی خب قول طالبان به نظر من هیچ موقع قول نبوده. باید منتظر بمونیم که آیا واقعا طالبان قادرند اینها رو مهار بکنند و نگرانی تاجیکستان به حق و تاجیکستان به حق داره از احمد مسعود حمایت میکنه. ولی خب باید به این مطلب اشاره بکنیم که امکاناتی رو که احمد شاه مسعود این افسانه این مبارز افسانه‌ای سابق در اختیار داشت در وحدت شمال و اینکه در واقع راه دره پنشیر به شمال و کشورهای آسیای میانه و روسیه باز بود به امروز تمامی راه بسته شده، آیا احمد مسعودم چنین امکاناتی را در دست داره؟ که من معتقدم در دست نداره. باید مردم از احمد شاه مسعود حمایت بکنن. من همیشه معتقدم که باید از مطلوب ممکن، یعنی مطلوب ممکن امروز برای ما در افغانستان احمد مسعوده و حمایت از فعالیت جبهه ملی احمد مسعوده. آیا موفق بشه مسئله دیگره. من به عنوان روزنامه نگار، نه به عنوان یک رزمنده یا مبارز سیاسی، به عنوان روزنامه نگار که تحلیل واقعی و واقعیانه میخواد از منطقه پنشیر داشته باشه، اعتقادی ندارم که احمد مسعود بتونه مدت طولانی به مبارزه خودش ادامه بده، برای که گفتم تمام راه بسته شده. ولی امیدوارم و به عنوان شخصی که مبارز سیاسی هم بوده، امیدوارم که مردم دنیا، مردم ایران و دیگران از احمد مسعود حمایت بکنن. خب مسئله مردم یه چیزه، مسئله حکومت یه موضوع دیگه است. از شما میپرسم که ایران و اینکه این موضوع نیه، ولی میخوام ربطش بدم به این، اینه که وزیر خارجه اسرائیل وارد مسکو شده، با لاروف گفتگو کرده و گفته که هسته‌ای شدن ایران به ضرر خطری است برای همه جهان. روسا هم تلویحاً این رو بیان میکنن و میگن که بایستی که ایران تعهدات برجامیش رو انجام بده، اما تا چه حد قضیه رو جدی بگیرن موضوع دیگر. منافع ایران در افغانستان به نظر شما کدام است؟ آیا میتونه با طالبان کنار بیاد؟ آیا به نفعش با طالبان کنار بیاد؟ یا چی میبینی صحنه مقابل رو، روابط ایران و گروه طالبان؟ من در مقدمه در پاسخ سوال شما اینو بگم که در واقع کشورهای بزرگ جهانی در افغانستان با شکست روبرو شدند. بریتانیای کبیر در اواسط قرن 19 با شکست وحشتناکی روبرو شد. شوروی یا حکومت شوراها و کشور همسایه افغانستان که زمانی 130,000 سرباز، اونم سربازان مسلمان آسیای میانه و افغانستان برده بود و در مدت 10 سال با شورشیان مجاهدین جنگید، موفق نشد در افغانستان در واقع نظمی به وجود بیاره. و 48 کشور جهانی مانند آمریکا و ناتو و 20 کشور غیر ناتو اکنون با شکست روبرو شدند. اینا واقعیتایی است که باید بهش اشاره بکنیم. من به هیچ ترتیب به این تئوری توطئه توجهی ندارم که چنین مطرح میشه که آمریکا و ناتو در واقع با برگ طالبان آمدند منطقه ناآرامشی را برای چین، روسیه و ایران در افغانستان به وجود بیارند. من معتقدم طبق اسنادی که وجود داره در واقع ناتو با شکست نظامی روبرو شده. این را باید با تمام شفافیت بگیم. و زمانی که جوزف دانفورد، جنرال جوزف دانفورد، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ماه
نوامبر 2018 برای اولین بار در تاریخ جنگ‌های آمریکا اعلام می‌کنه که طالبان شکست ناپذیر هستند. اینا در یک کنفرانس امنیتی در کانادا میگه جنرال جوزف دانفورد. در واقع این نشان دهنده این واقعیته که ناتو و کشورهای آمریکا و 48 کشور دیگه در افغانستان موفق نبودند و در واقع تمام جهانی که در کنار آمریکا قرار داشت در افغانستان موفق نبود که بتونه به لحاظ نظامی بر طالبان چیره بشه. این واقعیتی است که باید بهش اشاره بکنیم. و بنابراین ما میدونیم که در زمان رفسنجانی با کشته شدن با کشتن 11 دیپلمات ایرانی در کنسولگری مزار شریف، آقای رفسنجانی 100 هزار نیروی ایران رو به مرزهای ایران و پاکستان و افغانستان وارد کرد و چنین مطرح کرد که وارد افغانستان خواهد شد و با افغانستان خواهد جنگید. خوشبختانه چنین اتفاقی نیفتاد. چرا؟ برای اینکه من معتقد بودم اگه چنین اتفاقی میافتاد ممکن بود تمامیت ارضی ایران به خطر جدی میافتاد و شاید امروز ما شاهد بودیم که در شرق ایران نیروهای خارجی تسلط دارن و یا جنگ داخلی در اونجا به وجود آمده. خوشبختانه این اتفاق نیفتاد. یعنی باید به این مطلب اشاره بکنیم ایران و حتی جمهوری اسلامی که بنده مخالف این نظام جمهوری اسلامی هستم و موافق تغییر این نظام هستم، معتقدم که این نظام نباید به دام اون بیفته که وارد افغانستان بشه. یعنی گفته های آقای ظریف که در سابق پیشنهاد میکرد لشکر فاطمیون رو به افغانستان بفرستیم، بزرگترین خطری است برای تمامیت ارضی ایران، برای مردم ایران، نه برای نظام. نظام ها میان و میرن، حکومت ها میان و میرن، سقوط میکنن و این حکومت هم سقوط خواهد کرد. برای مردم ایران و تمامیت ارضی مردم ایران مهمه که به دام جنگی در داخل افغانستان نیفتیم. پس بنابراین باید به این مطلب اشاره کرد. یعنی اون همکاری که امروز و اون چیزی که شما مطرح کردید که وزیر امور خارجه چین از وزیر امور خارجه پاکستان و ایران و روسیه در واقع دعوت کرده و سعی میکنند مواضع مشترکی را در رابطه با افغانستان اتخاذ بکنند، برای به نظر من این یک سیاست به عنوان روزنامه نگار، به عنوان مبارز سیاسی ممکنه من هزار و یک شعار بدم، ممکنه بگم باید زد و کوبید و از بین برد و این خطر را برطرف کرد، ولی به عنوان روزنامه نگار که واقعیت های افغانستان رو میشناسه و میدونه ما در یک جامعه قبیله‌ای مذهبی اسلامی حنفی قرار داریم، یعنی این جامعه در واقع ملت نشده، گرچه ما در شهرهای افغانستان، در شهرهای بزرگ افغانستان در واقع با یه حکومت مدنی روبرو بودیم، زنهای افغانستان آزاد بودن، در واقع جامعه مدنی بود، ولی باید به این مطلب اشاره بکنیم که 70-80% مردم افغانستان در روستاها، در کوها و دره‌ها زندگی میکردن. اینی که طالبان موفق میشن تا سال 2014 نیمی از افغانستان رو به تصرف خودشون در بیارن، دو سوم مردم رو در مناطق خودشون زیر تصرف خودشون داشته باشن، این به این دلیله که این 70-80% مردم از این پول عظیمی که غرب وارد افغانستان کرد، دلارهایی رو که به افغانستان بردن، نصیبی نداشتن، در فقر مطلق بودن. 65% مردم افغانستان طبق گزارش سازمان ملل متحد در فقر بودن. سازمان ملل متحد گزارش میده که 19 میلیون از جمعیت 38 میلیون مردم افغانستان همکنون محتاج نون شبشونن. خب این در چه زمانی اتفاق افتاده؟ در زمانی بوده که بیش از 3000 میلیارد دلار پولهای غرب برای افغانستان شده، ولی هزینه نظامی شده، برای شکوفایی اقتصادی توده مردم خرج نشده. آقای بهوانی، من معتقدم، امروزم میگم، یک نسل در افغانستان گذشت. اگه آمریکا و غرب بخشی از این بخش اساسی این پولها رو برای شکوفایی اقتصادی این کشور و از بردن فقر در دره‌ها و کوه‌ها و روستاهای افغانستان خرج می‌دادند، ما امروز تحول فرهنگی عظیمی در افغانستان داشتیم، شاید به ملت و ملت‌سازی بسیار نزدیک می‌شدیم بعد از 20 سال. ولی امروز باید بگیم تمام این فعالیت ها متاسفانه بیهوده بوده. بنابراین من معتقدم که نظام جمهوری اسلامی
باید سعی بکنه در امور داخلی افغانستان دخالت نکنه. برای اینکه ما میدونیم که طالبان در سالهای آینده در پی این انت به حکومت خودشون رو تثبیت بکنن. در تثبیت حکومت خودشون اونا کوشش خواهند کرد، همونطوری که به چین قول دادن و ملا برادر به چین رفت و مورد استقبال قرار گرفت، به روسیه قول دادن، به پوتین قول دادن و به کشورهای آسیای میانه قول دادن، این قول هم به ایران دادن که از خاک افغانستان به ایران حمله نشه. من به این خاطر اینو میگم آقای ببانی، یک بار دیگه میگم منافع مردم ایران و تمامیت ارضی ایران برای من مطرح است. حکومت ها میان و میرن و به خاطر همین من معتقدم که ما باید از منافع مردم و تمامیت ارضی کشورمون حمایت و دفاع بکنیم. به این خاطر من این مطلب اشاره میکنم که جمهوری اسلامی نباید کوچکترین دخالتی تا زمانی که از مرزهای افغانستان خطری برای تمامیت ارضی ایران و مردم ایران به وجود نیامده در اونجا اقدام نظامی بکنه. و آن چیزی که آقای ظریف میگفت، لشکر فاطمیون باید بره به افغانستان، بزرگترین خطری میتونه باشه اگه لشکر فاطمیون برای جنگ هزارها و شیعیان در داخل افغانستان وارد افغانستان بشه و به مأموریت جمهوری اسلامی وارد افغانستان بشه و پای جمهوری اسلامی را به یک منجلاب نظامی در داخل افغانستان باز بکنه. من یک بار دیگه تاکید میکنم بینندگانی که حرف منو گوش میکنید، من فقط منافع مردم ایران و تمامیت ارضی ایران برای مطرح است و به همین خاطر من پیشنهاد میکنم که جمهوری اسلامی هم نباید پایی در چنین دامی بذاره و وارد افغانستان بشه. ممکنه دامی هم گذاشته باشه. من معتقدم که در واقع نظام، در واقع کشورهای ناتو و آمریکا شکست نظامی در افغانستان خورده، ولی در زمانی که این پیمان صلح امضا شده در سال 2020، در فوریه سال 2020، ما نمیدونیم چه بندهای جدیدی هم در این پیمان صلح بین آمریکا و آفرین شده، ما اینو نمیدونیم. نه آفرین، به همین خاطر من معتقدم که باید بسیار بسیار هوشیار باشیم. آیا دام جدیدی برای مردم ایران، من صحبت از مردم ایران میکنم، برای مردم ایران و تمامیت ارضی ایران گذاشته نشده باشه؟ آفرین، منم با شما همراه. البته من حسم به این میگه که همون دامه رو گذاشتن، یه جوری این یه دامه و جمهوری اسلامی میغلطه تو این بازی. 100% این اتفاق من فکر میکنم براش خواهد افتاد، برای اینکه صد درویش در گریمی بخسبند و دو ملک در اقلیمی نگنجن، این ماجرای امروزه و دو تا سه تا ده تا رهبر اسلامی داشت. اما بذارید با آخرین پرسش هم خواهد بود، سخنان غنی که میگه که من اومدم پولی نیاوردم، پول نیاوردم، و در حالی که میگن میلیون ها دلار پول جابجا کرده و خروج من باعث خاموش شدن تفنگ ها شد، چقدر این حرفش جدیه؟ به عنوان آخرین پرسش، اینی که آقای غنی پول نقد با خودش برده باشه، خب هنوز اسنادی نداریم. سفیر افغانستان در تاجیکستان مطرح کرد که آقای غنی بیش از 150 میلیون دلار پول نقد با خودش برده، ولی خب این یک صحبتی است که یک نفر سفیر افغانستان در تاجیکستان کرده. میتونم خصومت شخصی با آقای غنی باشه و اینکه آقای غنی در واقع این کشور را رها کرد و فرار کرد، میتونه چنین صحبتی هم مطرح باشه، ولی واقعیت اینه آقای بهبانی، دولت غنی و خود غنی در سخنان دیروزش میگه، میگه یک غول فساد رو به من تحویل دادن و من باید این غول فساد رو کنترل میکردم و این غول فساد در کنترل من نبود. این اعترافیست که دیروز آقای غنی میکنه، یعنی در سابق چنین چیزی نمیگفت، میگفت من همیشه با فساد در داخل حکومت و دولت افغانستان، ارتش افغانستان مبارزه میکنم و اطمینان میداد به غرب و ناتو که من چنین کاری میکنم، ولی دیروز اعتراف میکنه که فساد عظیمی در دستگاه حاکمه و دولت افغانستان و ارتش افغانستان وجود داشته. و اینی که آقای غنی هم
نصیب بزرگی از این سودها و در واقع این فساد داشته، در این مورد شکی نیست. میگه ما فراموش کردیم که جمهوری اسلامی برای رشوه دادن به آقای کرزای با گونی پول نقد، دلارهای نقد میآمد به کاخ ارگ و پول نقد به آقای کرزای میداد. آقای کرزای کی بود؟ آقای کرزای در زمان مجاهدین مأمور جمع کردن مینها در مناطق جهادی ها یا مجاهدین افغانستان در زبان شوروی ها و آقای لا بود. در حالتها مینها را اجادی خب هیچ زمانی اینها پس نزدن، حساب پس نزدن این پول ها به کجا رفت. فرزندان اینها فرزندان آقای ربانی رئیس جمهور بعدی کشور و فرزندان اینها در ناز و نعمت زندگی میکردن و همشون در خارج از کشور بودن. من اینها رو در آلمان میدیدم، من اینها رو در هلند میدیدم و در کشورهای دیگه میدیدم. یعنی در واقع آقای کرزای هم پولهای آقای کرزای و در کنار آقای کرزای عبدالله عبدالله و آقای غنی پولهای زیادی رو به حساب خودشون در خارج از کشور منتقل کردن. ولی سوالی که شما میکنید بسیار جالبه. من اجازه میخوام که یک کمی بیشتر صحبت کنم. من سعی میکنم که یک کمی وقت بیشتری رو بگیرم آقای، برای که بسیار مهمه. ببینید شما سوالی جالبی رو مطرح میکنید. میگید آقای غنی میگه که اگه من خارج نمیشدم از افغانستان خونریزی میشد. خب این سوال اینه که شما به عنوان رئیس جمهور کشوری رو رها کردید و باعث این شدید که این نظامی که شما به وجود آوردید یک شبه فروپاشی بکنه، نظام دولتی و ارتش شما یک شبه فروپاشی بکنه. یعنی در واقع شما مسئولیت داشتید که این نظامی که شما در رأسش به عنوان رئیس جمهور هستید این نظام باقی بمونه و با خروج شما این نظام سقوط کرده. این اون حرفی که شما میزنید که اگه من خارج میشدم، اگه خارج نمیشدم خون ریزی میشد، مشروط مورد قبوله. من حالا چرا میگم چرا مشروط مورد قبوله؟ ولی شما مسئولیت داشتید که در آخرین لحظه بمونید و این نظام رو حفظ بکنید. این کار رو نکردید. این در واقع این امروز این اعتراض انتقاد بزرگی است که من به غنی میکنم. ولی در سخنان غنی یک واقعیت هم وجود داره، صحبتاش واقعیت هم درش وجود داره و اون این که در واقع ارتش و نظامی که آمریکا و ناتو در افغانستان به وجود آورده بودند طبق اسناد خود آمریکایی، طبق آژانس ویژه سیگار آمریکا که از طرف کنگره در افغانستان، بازرس مهم کنگره به نام آقای سابکو در اونجا در واقع هزینه های مالی آمریکا را کنترل میکرد، طبق اسناد خود آقای سابکو و سازمان سیگار اینه که تمام این نظام فاسده. ده ها و صد ها میلیارد دلاری که آمریکا کمک میکنه به کانال های فاسد میره و نه تنها سیاستمداران و ژنرال های ارتش افغانستان در واقع از این دارن نصیب میبرن، بلکه پیمانکاران آمریکایی در این سند آمده، پیمانکاران آمریکایی سود عظیمی رو بردن، پولهای زیادی رو در واقع به سرقت بردن. اینا سازمان سیگار آمریکایی که ماموریت داره از طرف کنگره آمریکا مطرح میکنه. این اسناد من نیست، این اسناد رسمی آمریکاست. پس بنابراین خود آقای غنی میدونسته که این نظام نمیتونه پابرجا بمونه، به ویژه زمانی که این جالبه، این نکته رو من اشاره بکنم، در 15 اواسط ژوئیه، یعنی در واقع درست یک ماه قبل از اینکه حکومت سقوط بکنه، اواسط ژوئیه، زمانی که ارتش آمریکا از پایگاه بگرام در 70 کیلومتری شمال کابل خارج میشه، اعتمادی به دولت اشرف غنی نداره، اعتمادی به ارتش 350 هزار نفری که آقای جو بایدن بر روی اون ارتش قسم میخوره و میگه این ارتش شکست نمیخوره، اعتمادی به این ارتش آمریکا نداره. یک ماه قبل از سقوط دولت ارتش آمریکا پایگاه ماندرین، پایگاه نظامی خودش در بگرام و چبانه به طور فرار
ببینید به طور فرار من از واژه های کاملا شفاف استفاده می کنم. من دیپلمات نیستم، سیاستمدار نیستم، روزنامه نگارم. به طور فرار نیمه شب آمریکا از پایگاه بگرام نیروهاشو خارج میکنه. خب آقای بهوانی، من از شما سوال میکنم، موقعی که خود دولت آمریکا به ارتش افغانستان 350 هزار نفری که فقط 90 میلیارد دلار به افسران این ارتش پول داده، توجه بکنید تمام حقوق افسران ارتش افغانستان، تمام سلاحایی که ارتش افغانستان داشت در واقع با پول آمریکا و ناتو بوده. یعنی ارتشی که کاملا استقلال نداشته، وابسته به آمریکا و تمام هزینه این ارتش آمریکا می‌پرداخته و شما به این ارتش اعتماد ندارید. چگونه آقای غنی رئیس جمهور این کشور به این ارتش اعتماد بکنه موقعی که شما این ارتشی که رو ساختید پول افسران میدید، حقوق تمام سربازان میپردازید و حتی 80% بودجه کشور رو میپردازید؟ یعنی ما همیشه صحبت از این میشه که یک کشور دموکرات، یک کشور مدنی به وجود آوردیم، یک نظام مستقل به وجود آوردیم، در واقع با دولت بسیار قوی دموکرات و با یک ارتش قوی، در صورتی که 80% بودجه این دولت هم کشورهای خارجی و آمریکا تامین میکنه. خب چه توقعی از آقای اشرف غنی میخواهیم داشته باشیم که اون اعتماد به ارتش خودش بکنه موقعی که کشورهای خارجی و ناتو هیچ گونه اعتمادی به این ارتش ندارن؟ پس بنابراین این صحبتی که آقای غنی میکنه که اگه من خارج نمیشدم خون ریزی میشد، یک واقعیتی درشه، برای که اون به ارتش خودش اعتماد نداشت و اگه میمون شاید برخوردی بین ارتش و طالبان میشد، طالبان پیروز میشدن ولی عده زیادی بیگناه در این وسط کشته میشدن و مشروط میتونیم بگیم بخشی از این ادعای آقای اشرف غنی درسته، ولی اون مسئولیت داشته، اون رئیس جمهور این کشور بوده، باید تا آخرین لحظه سعی میکرده این نظام و این ارتش سقوط نکنه، ولی متاسفانه باید بگیم با فساد عظیمی که در این ارتش و در این نظام بود، این ارتش خواهی نخواهی سقوط میکرد. آقا بسیار ممنون و متشکر از شما، از این فرجه‌ای که در اختیار ما قرار میدی. نهایت سپاس رو ازت دارم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر آرزوی بهترین دارم. ممنون آقای دانی. آقای بهوانی، یک تشکر از شما بکنم و در همین برنامه شما از آقای شاهین پر بکنم. خواهش میکنم. هفته پیش شما و آقای شاهین‌پر، به ویژه آقای شاهین‌پر، از کتاب خاطراتم رد پای من میراث جنگ صحبت کردن و در واقع شما یک ساعت برنامه رو در اختیار آقای شاهین‌پر گذاشتید که به نقد این کتاب بپردازه و من از طریق تلویزیون شما از آقای شاهین‌پر در همینجا خیلی خیلی سپاسگزارم که یک ساعت از وقت عزیزشون رو میذارن و در واقع کتاب منو نقد میکنن و چنون این کتابو در واقع نقد میکنن که خود من خجلت زده هستم، یعنی دیگه جمله دیگری ندارم و بسیار از شما و آقای شاهین‌پر در این رابطه سپاسگزارم. ممنون از کوشش‌های شما. مطمئن باش که آقای شاهین‌پر جز حقیقت، جز اون که باور داشته رو بیان نکرده، همونطور که گفت هیچ آشنایی قبلی با شما نداشته و شما رو برای نخستین بار در همین جلسه ای که در منطقه اورنج کانتی داشتید، سخنرانی در مورد کتاب داشتید، آقای شاهین‌پر اونجا شما رو دیدن، کتاب رو گرفتن، خواندن و واقعیت رو گفت. ممنون، سپاسگزارم از شما، متشکرم. به هر حال شنیدیم فرمایشات آقای دانش نازنین رو. امیدوارم این صحبت ها نیز کمکی به ما کرده باشد. اگر این برنامه چون سایر برنامه ها مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتونن از بخش های مختلف سایت بهره برن. از اینکه دنبال کردی از تو نازنین سپاسگزارم، از اینکه اختلالاتی در پخش برنامه بود بازم
شرمنده شما هستم، امیدوارم که بتونم این مشکل رو رفع کنم. ممنون، سپاس. ممنون.